یکی از ابزاری که حکومت اسلامی از روز نخست، از ثانیه صفر در کشور آغاز کرد، ترس درون جامعه ایرانی بود، نفاق درون جامعه ایرانی بود، جداسازی ایرانیان نسبت به یکدیگر، زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، خودی و ناخودی و از این قبیل مسائل بود. یکی از عواملی که به صورت مشخص، یکی از بزرگترین عواملی که جامعه ثروتمند ایرانی ولی فقیر نگه داشته شده درون کشور با مسائل و مشکلات آشنایی کامل داره ولی نمیتونه به پیروزی دست پیدا بکنه، بزرگترین عللش همین ترس بوده و هست. یکی از عوامل اصلی برای ماندگاری حکومت اسلامی به وجود آوردن ترس درون جامعه بوده. برابر این چنین ترسی که درون کشور به وجود آمده، تنها یک راه، به تنهایی یک راه دارید، اون هم شعار نویسی. توسط میلیون ها نفر، جامعه ای که هر روز یک اسکناس رو برداره بنویسه، شهروند ایرانی، میلیون ها نفر از شهروندان ایرانی اگر در جای جای کشور شعار نویسی بکنن، هیچ قدرتی در جهان نمیتونه برابرشون بیسته و به هیچ عنوان حکومت اسلامی نمیتونه به پیروزی دست پیدا بکنه. زمان هست وقتی که جامعه ایرانی متوجه شد که همه با هم هستند و بیشمار و بی نهایت هستند، ترس از درون دلش خارج میشه و باور داشته باشید که کف خیابون ها قرار میگیره. یکی از عواملی که جامعه رو از هم جدا کرد و تا به امروز همین عمل رو انجام داده، نهادینه شدن ترس درون جامعه بوده و بعد زهری که حکومت اسلامی به انواع و اقسام روش ها درون جامعه پخش میکنه، افراد رو درون جامعه بخرن، از هر خانواده یک یا دو نفر رو توسط پیشنهادات متفاوت به طرف خودشون جلب کردن، که همون افراد امروز وقتی که باهاشون صحبت میکنید یا باهاتون تماس میگیرن، میگن چه تضمینی هست که شما در انقلاب بعدی به پیروزی میرسید، وضعیتی رو به وجود بیارید که ما چیزی از دست ندیم؟ چه تضمینی هست که زندگی بهتری داشته باشیم؟